از سال 1970 خیاط عرفان بیتاک کتشلوارهای دستدوز برای بعضی از پولدارترین و مقتدرترین آقایون شهر واشنگتن دوخته. در یک زمانی بیتاک برای اردشیر زاهدی، آخرین سفیر ایران در آمریکا، لباس می‌دوخت و میگه او مهمونی‌های مجللی در واشنگتن می‌داد. یکی دو بار کت، جاکت و تاکسیدو به سفارتخانه تحویل دادم. خیلی تعجب کردم وقتی همه لیموزین‌ها رو دیدم. خیلی زمان هیجانی بود. امروز برای این کت و شلوار بیتاک داره از پارچه‌ای به اسم سیرسکر استفاده میکنه که تقریباً 300 سال پیش انگلیس‌ها از هند آوردن به دنیای غرب. خیلی سبکه و چروک نمیشه و کلن پارچه خیلی راحتی است. اما سیرسکر در زمان قدیم به اسم ایرونی و هندی شیر و شکر شناخته شده بود، احتمالاً برای اینکه این پارچه سفید رنگ شیره و راهروهای چروکش بافت دوندونهای شکر رو دارن. کت‌شلوار سیرسکر در تابستان خیلی مده، برای اینکه گرما و رطوبت این شهر باعث میشه که سیرسکر پارچه مطلوب مردم باشه. کت و شلوار سیرسکر 100 سال پیش وقتی که سیاستمداران واشنگتن شروع کردن به پوشیدن لباسهایی در تابستون که از پارچه خنک شیر و شکر دوخته شده بود، مد شد. کم کم کت و شلوار سیرسکر به عنوان لباس تابستونی مردان با سلیقه ایالت‌های جنوب آمریکا شناخته شده بود. با گسترش استفاده از دستگاه کولر در ساختمان‌ها، سیرسکر کم کم از مد افتاد، اما هنوز لباس شیکی محسوب میشه. این روزها دکتر امیدوار که اسم کاملش رو نمیگه تقریبا بازنشسته شده، ولی این آمریکایی ایرانی تبار سالها برای حزب جمهوری‌خواه آمریکا فعالیت می‌کرده. دفتر کارش کنار هتل ویلیارد بود و زمانی دکتر امیدوار در همین بار با سیاستمداران مهم قرار ملاقات می‌ذاشت. در تابستون‌ها برای مهمترین ملاقات‌ها یکی از چندین کت شلوارهای شیر و شکرش رو می‌پوشید. It can get you noticed, and it is actually to fit into the culture of. باعث میشه مورد توجه قرار بگیری. در واقع برای اینه که همرنگ حلقه سیاستمدارهای کنگره بشی، یکی از اونها میشی. Like one of them or part of the crowd. So. دکتر امیدوار اولین کت شلوار سیرسکر خودش رو برای مراسمی با حضور رونالد ریگن برای $900 خریده بود. مبلغ زیادی در اون زمان. اما امروز حتی جوونا هم میتونن لباس‌های سیرسکر بخرن. این پارچه دوباره به بازار برگشته و میشه یک کت سیرسکر رو حدود $60 از اینترنت خرید. اینو سریع شروع کن. هرچند این کت و شلوار دستدوز بیش از $2,800 خرج برداشته، اما بیتاک نگران نیست که این مد گرون قیمت امروز به ارزانی در دسترس همه است. من فکر میکنم خیلی خوبه که میشه با $50 این را خرید. البته دقیقا چیزی نیست که میدوزم، ولی اگر کسی رو خوشحال میکنه خوبه. ژاکت آبی، این پارچه مورد پسند منه. بیتاک میگه که این روزها آدم‌ها به ندرت کت و شلوار دستدوز سیرسکر سفارش میدن. قیمت این پارچه دیگه به اندازه کافی بالا نیست که خرج یک خیاط بده. آستر قرمز. اما همین ارزون بودن این پارچه باعث شده که در آمریکا دوباره پوشیدن شیر و شکر مد بشه. اما این بار نه فقط برای آقایون سرشناس واشنگتن. مانا ربیعی، صدای آمریکا، واشنگتن.